مثلا شما خودتون گفتید نه 40 میلیون نفر در این انتخابات شرکت کردن به دلیل اینکه برای رأی خودشون ارزش قائل بودن، حتی در چارچوب مقررات و شیوه‌ای که این انتخابات در ایران برگزار میشه. ولی من یک این از این نظر به هر حال مردم کماکان به رأیشون دارن الان که دارن اعتراض میکنن، اعتراض به برای قائل شدن احترام به رأیشونه. عمده ترین امری که با انقلاب ایران انجام شد، مردم از رؤایای ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه وارد دوران شهروندی شدند. هر ملتی وقتی وارد دوران شهروندی میشه، یعنی وارد دوران جلوس رعیت میشه، نه جلوس ملک، نه جلوس ولی. در اون دوران اون ملت با کولبار فرهنگی خودش به میدان میاد. اگر مردمی مذهبی هستند، اون روز رو با کولبار مذهبی خودشون وارد میدان میشن. اما 30 سال پس از این انقلاب و این اذیت، مردمی که 30 سال قبل اراده خودشون رو نشون دادن که میخوان حاکم بر سرنوشت خودشون باشن، عمده ترین ابزاری که در اختیارشون هست رأی. دموکراسی هم در تاریخ جهان از صندوق رأی بیرون اومده، نه از لوله تفنگ، نه از مبارزه خشونت آمیز. بنابراین ملت ایران ظرف 30 سال گذشته با یک ممارست، با یک کاردانی، روز به روز این صندوق رأی را حتی اگر مطلوبش نبوده، به عنوان یک حربه مبارزاتی، یک عصای آهنین برای گذار از بیابان استبداد و ورود به باغ دموکراسی ازش استفاده کرده، این بیابان را در نوردیده است. امروز مواجه با این مسئله میشه که کسانی که با همون حرکت مردمی آمدن، ادیشون درست، نه با رأی کسانی که با اساس سیستم مخالفن، نه با رأی کسانی که مذهب دیگری میخواهند، نه با رأی کسانی که انقلاب دیگری میخواهند، بلکه با رأی مردمی که با آرامش و مسالمت آمدن پای صندوق، میگن ما این حداقل رو از شما انتظار داریم که این رأی ما اگر حسن است حسن بخوانید، اگر حسین است حسین بخوانید، نه حسن رو حسین بخوانید، چیز زیادتری که نمیخوان. نتیجه این میشه که در ذهن عمومی ملت یک شفافیتی به وجود میاد که نبرد کنونی نبرد بین دروغ و نعل وارونه زدنه. از این نقطه نظر میتوانه اجماع عمومی درست بکنه و اطمینانی داشته باشه و قدرتی داشته باشه که اگر پیگیری بکنه پیروزه. و من بذارید نمیتونم بگم کسانی که امروز به عنوان نفر اولهای جنبش اصلاحی شناخته شدن، هر کاری که گذاشته کردن مسئله مهم نیست. برای بازیگران سیاسی مسئله عبارت از اینه که در زمان حادثه نقش خودشون رو تشخیص بدن. میگویند جاده جهنم با نیتهای خیر سنگ فرش شده است. بسیاری از آدمهای خیرخواه بودند که جهنم درست کردند و بسیاری از آدمهایی که خیرخواه هم نبودند بودند که سنگهای بزرگی برای دموکراسی گذاردند. تاریخ جهان از این مسائل زیاد دیده. امروز اگر من بخوام رهبران این حرکت اصلاح طلبی رو ببینم، باید به عنوان یک مبارز قدیمی که ضربه از هر کدام از این آقایون خوردم بگویم پیگیری ایشان، سماجت ایشان، سرسختی آنها برای دفاع از اعتبار رأی مردم امر قابل ارجیست و من خودم اگر ظلمی در حقم کرده باشند به ارزش این پیگیری که میکنم بر اونها بخشیدم. ملت ایران هم از اونها انتظار داره که با پیگیریشون بتونن رأیشون رو برگردونن، نه اینکه ثابت بکنن فلان کس صادقه یا صادق نیست. این امر اخلاقی است، مربوط به مسئله سیاست. بسیار خیلی متشکرم آقای مهندس.